خب شبنم آذر اینجا با ما همراه شده مجدد. شبنم، چنانچه قول داده بودی ساعت پیش یه چند تا از این تصاویری که دیدیم جدید بود، به نظر میاد امشب هم خوب اعتراض هم جای ادامه پیدا کرده علیرغم مشکل اینترنت هم که داره خیلی بله. به اون ویدیو میرسه. بله همینطوره، ویدیوهای زیادی داره به دستمون میرسه از مناطق مختلف تهران، شهرهای مختلف مثل رشت، سنندج، دیدیم تصاویر رو، رفسنجان، کرمانشاه و در تهران نقاط مختلفی هست و اعتراض به شکل‌های مختلفی. اولین ویدیو رو دیدیم که یکی از کسانی که ویدیو رو فرستاده میگه انقلاب ادامه داره و در واقع داره روحیه میده به بقیه برای اینکه بگه که همچنان به این اعتراضات بپیوندین و اجازه بدین که ادامه پیدا بکنه. در خیلی از صداها و تصویرایی که ما میگیریم حتما بینندگان میدونن که ما صداهای زیادی دریافت میکنیم به خاطر اینکه مشکل تاثیر ارسال تصویر و آپلود تصویر هست، میتونن فایل های صوتی برای ما بفرستن و در این فایل ها غالبا ما میشنویم که دعوت میکنن از همه که به این اعتراضات بپیوندن. الان 3 هفته است که ادامه داره، با وجود سرکوب و بازداشت، با وجود قطعی اینترنت همچنان مردم به خیابون ها میان. امشب در مناطق مختلفی از تهران مثل قیطریه، اکباتان، عباس‌آباد، مرزداران، در شمال تهران، در تجریش، مناطق مختلفش مردم به اشکال مختلفی اعتراض کردن. در کرج، شهرک بعثت، همینطور در گوهردشت، در مهرشهر شعار مکبر دیکتاتور، مکبر ولایت دادن و در عین حال از پشت بام ها هر کسی به هر شکلی که تونسته اعتراض کرده. و در اتوبان حکیم یک تصویری است که آماده میشه و پخش خواهیم کرد، یک بنری آویزون شده از پل عابر پیاده که روی اون بنر نوشتن که از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران به یاد قربانیان و کشته شدگان حادثه زاهدان که در واقع به دست ماموران جمهوری اسلامی در مسجد زاهدان بسیار از نمازگزاران رو کشتند. و شعار نویسی به اشکال مختلف تقریبا در تمام شهرها وجود داره. در قم دیشب یک شعار نویسی بود که نوشته بودن که ما برمیگردیم، با اینکه فضای خفقان هست ولی ما برمیگردیم به اعتراضات، ولی خب الان فقط میتونن در واقع در حد شعار نویسی اعتراض کنن. اشکال دیگه اعتراضات باز هست که پول نویسی میکنن، شعارها رو روی پول مینویسن و یا فراخوان اعتصابات و اعتراضا رو میذارن روی ماشینها، پشت درها، به اشکال مختلف روی دیوارها میچسبونن. به هر حال همونطور که در تصاویر هم دیدیم همچنان این اعتراضات ادامه داره و ما همچنان هر تصویر یا پیام صوتی که بگیریم رو در پوشش‌های ویژه خبریمون انعکاس خواهیم داد. متشکرم ازت شبنم آذر اینجا در استودیو همراه ما.